سه سال پس از برگزیت و خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور دیگر نه به دنبال خروج بلکه مشتاق ورود است. ورود به توافق شراکت جامع و پیشروی ترانس پاسیفیک، یا به اختصار CPTPP. این افتخاریه برای ما که اولین عضو CPTPP هستیم که به این پیمان ملحق میشیم. این پیمان از الان با اضافه شدن عضو 12 شامل اروپا هم میشه. عضویت ما در این توافق مدرن به این معناست که درهای بریتانیا برای تجارت بازه. همین الان بیش از 500,000 بریتانیایی در شرکت‌های متعلق به اعضای CPTPP کار میکنن و عضویت ما علاوه بر فرصت‌های بیشتر برای این شهروندان، امکان دسترسی به بازارهایی که آینده تجارت رو شکل میدن فراهم میکنه. بلوک تجاری CPTPP در سال 2018 تشکیل شد و استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، سنگاپور، مالزی، ویتنام، برونئی، کانادا، شیلی، مکزیک و پرو اعضای آن هستند. بریتانیا اولین کشوری است که از زمان تشکیل این پیمان تجاری به آن می‌پیوندد تا به این ترتیب اعضای فعلی CPTPP به 12 کشور برسد. البته عضویت بریتانیا خواسته دیگر اعضای این بلوک هم بوده. من کاملا قانع شدم که پذیرش بریتانیا منجر به استحکام پیوندها میان اعضای پیمان ترانس پاسیفیک میشه و ما رو قادر به معرفی یک سیستم تجاری آزاد، منصفانه و قانونمند و یک نظم اقتصادی تازه در این منطقه و جهان میکنه. به گفته کریس هیپکینز، نخست وزیر نیوزیلند، با ورود بریتانیا، این پیمان تجاری همکنون بر زندگی 500,000,000 نفر و بر بیش از 15% تولید ناخالص داخلی در کل جهان اثرگذار است. اما شاید بتوان گفت که با ورود بریتانیا به این پیمان که عملاً منطقه اقیانوس اطلس را به منطقه اقیانوس هند و آرام متصل کرده، انتظار می رود که رسیدگی به درخواست کشورهای دیگر هم در دستور کار جلسه سران CPTPP قرار گیرد. یکی از آن کشورها چین است که مدتی است پیگیرانه به دنبال عضویت در این پیمان است. چین تحقیقات و ارزیابی‌هایش را درباره بیش از 2300 شرایط پیمان ترانس پاسیفیک انجام داده و اصلاحات مورد نظر در قوانینش را برای قبول پذیرش عضویتش در این پیمان پیش بینی کرده. اخیراً دولت چین درخواست عضویتش را به اعضای پیمان ارسال کرده. افزون بر آن، چین به طور فعالانه در حال انجام پروژه‌های آزمایشی در جهت انجام اصلاحات و آمادگی برای رسیدن به استانداردهای بالای پیمان است. متقاضی دیگر عضویت تایوان است. دو کشوری که گنجاندنشان در یک اقلیم امری است نزدیک به محال. اما نفس درخواست و پیگیری این دو قدرت اقتصادی آسیا برای عضویت در CPTPP خود گواهی است از ظرفیت‌های بالقوه این پیمان تجاری. لازم به ذکر است که CPTPP برخلاف اتحادیه اروپا نه یک بازار واحد است و نه یک اتحادیه گمرکی. بنابراین کشورهای عضو ملزم به داشتن مقررات و استانداردهای یکسان در همه زمینه‌ها نیستند. از همین رو، حداقل تا جایی که به بریتانیا برمیگردد، ورود به پیمان ترانس پاسیفیک میتواند از دید طرفداران برگزیت دستاوردی بزرگ تلقی شود. محسن ایزدی، لندن.